توپ‌های هویت زد یکی از مهمترین تجهیزات و تسلیحات توپخانه محسوب میشن. وظیفه این نوع از تجهیزات عمل به عنوان پشتیبانی آتش از نیروهای حاضر از جمله یگانهای پیاده و سایر یگانها و همینطور انهدام مواضع و استحکامات دشمن در میدان نبرده. سلام دوستان، به کانال ایران میلیتاری خیلی خوش اومدین. اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردین این ویدیو رو تا انتها تماشا کنین و اگر خوشتون اومد دکمه سابو بزنین تا با ما همراه بشین. اما بریم ادامه این ویدیو. یکی دیگه از توانایی های یگان های توپخانه ای در نیروهای مسلح امکان انهدام و اجرای آتش سنگین علیه مواضع دشمن در فواصل دور هست. همین امکان باعث میشه تا از نیروهای حاضر در میدان هم به نحو موثری پشتیبانی بشه. در واقع میتونیم بگیم توپخانه یک سلاح بسیار مهم در جنگ ها و نبرد ها محسوب میشه. این سلاح نقش تعیین کننده ای در مقابله با دشمن در جبهه های زمینی و دریایی داره. صنایع دفاعی ایران هم میتونه همچون سایر کشورها طبق نیاز خودش انواع تجهیزات و تسلیحات مثل توپخانه رو طراحی بکنه و بسازه. دستاوردهای نظامی ایران در طراحی و ساخت انواع توپهای کششی و خودکششی موثر و چشمگیره. اما هویزه چیه؟ هویزه جدیدترین توپ خودکششی 155 میلیمتری. توپ خودکششی 155 میلیمتری هویزه در دو نوع شنیدار و چرخدار توسط سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش و سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع تولید میشه. این توپها سکوهای آتش متحرکی هستند که میتونن هر جنبنده ای رو نابود کنند و در کنار تانک های نیروی زمینی قدرت لازم برای انهدام اهداف و استحکامات دشمن رو فراهم کنند. این توپ میتونه با استفاده از گلوله های هوشمند اهداف مد نظرش رو تا شعاع 22 کیلومتری منهدم کنه. همینطور این سامانه دفاعی با سه خدمه این امکان رو داره تا به صورت متناوب و در هر دقیقه 6 تا 8 گلوله رو شلیک کنه. همینطور همین اواخر یعنی آبان 1398 در جریان یکی از بازدیدهای نظامی یکی از پایگاه های نیروی زمینی ارتش توپهای خودکشش 155 میلیمتری اوورهال شدن و با استتار و رنگامیزی جدید به نمایش در اومدن. هم رنگ کردن با محیط اطراف در میدان رزم و دشوار کردن تشخیص این توپ برای دشمن از جمله ویژگی های رنگامیزی جدید تسلیحات نیروی زمینی ارتش محسوب میشه. قبلا هم در 15 اسفند سال 1389 نمونه چرخدار این توپ با هدف افزایش قدرت تحرک توپخانه در نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده بود و همینطور رونمایی شده بود. افزایش شعاع عملیاتی، افزایش سرعت عمل، افزایش قدرت تحرک، همینطور تعمیر و نگهداری آسان و قیمت تمام شده کمتر نسبت به نمونه شنیدار از ویژگی های توپ هویتزر 155 میلیمتری خودکششی چرخدار ایرانیه. این توپ خودکششی چرخدار با هدف افزایش قدرت تحرک توپخانه نیروهای مسلح ایران توسط متخصصان ایرانی با توجه به راهبرد تاکتیک و نیاز نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده که با تولید انبوه این توپ در آینده نزدیک نیروهای مسلح این توانایی را پیدا می کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن توپخانه رو در منطقه مورد نظر آماده عملیات کنند و بعد از اجرای مأموریت در کمترین زمان جابجا بشن. اما مشخصات فنی جالب این توپ، حداکثر وزن اون در حالت خالی 17 تنه و طول اون 10 متر، عرض اون 2.5 متر و ارتفاع اون 3.7 متره. عبور از حداکثر شیب طولی 60 متر و همینطور شیب عرضی 40 متر رو داره. ظرفیت سرنشین اون 11 نفره. حد پایین شلیک در جهت کابین 15 درجه هست. محدوده زوایای شلیک در این توپ 15 تا 20 درجه به سمت راست و چپ و مجموع زمان حاضر شدن برای جنگ 5 دقیقه و توانایی حمله گلوله و مهمات برای 32 بار شلیک رو داره. قابلیت ها نسبت به توپ های کششی هم عبارتن از افزایش تحرک و قدرت مانور از طریق طراحی مکانیزم های مناسب و همینطور کاهش چشمگیر زمان حاضر شدن برای جنگ و حاضر شدن برای براه افتادن. امکان عدم ردیابی موضع سلاح توسط دشمن و همینطور افزایش توانمندی در اجرای تاکتیک های غافلگیرانه، راحتی استفاده از تجهیزات و کاهش تعداد خدمه
به کمتر از نصف و عدم نیاز به خودروی کشنده ویژگی های دیگه این هویتسر ایرانیه. اما ارتقای قدرت توپخانه ایران چه نقشی میتونه در افزایش بازدارندگی کشور ما باشه؟ میتونیم بگیم این توپ تنها نمونه توپ های دفاعی و تهاجمیه با قابلیت هم در ایران نیست و صنایع دفاعی ایران سال هاست که نمونه های مختلفی از اونها رو طراحی کرده و در نهایت ساخته. میشه گفت در جنگ های کلاسیک زمانی که قدرت آتش توپخانه در جبهه شما بیشتر از دشمن باشه، یعنی اینکه از عقبه قوی تری برخوردارید. وقتی به طیف متنوع تجهیزات و تسلیحات تولید ایرانی از قبیل توپخانه نگاه میکنیم، میبینیم که با دست پر میتونیم در مقابل هر دشمنی ایستادگی مناسبی داشته باشیم. ممنونیم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و یادتون نره که نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برای ما بنویسین.